والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين، یعنی مادران دو ماه دو سال کامل این فرزندان خودشون رو شیر میدهن. خب دو سال به شکل کامل میشه 24 ماه. در آیه دیگر از سوره مبارکه احقاف خدا میفرماید و حمله و فصاله 30 شهر، مدت شیردهی با مدتی که این مادر فرزند رو به بار میگیرد حمل میکنه جمعا کنار هم 30 ماه میشه. خب 30 رو که از 24 کم کنی چند تا میشه؟ گفت 6 ماه. امیرالمؤمنین فرمودن کمترین مدت حمل همین 6 ماه است. اگر این خانم سر 6 ماه وضع حمل کرده، این فرزند از او متولد شده، فرزند شوهر اوست، چرا اتهام ناروا به او روا میداری؟ عذرخواهی کرد. ناگهانید بزرگوانان، اگر انسان فقط یک گزاره دینی رو دست بگذارد و بعد بگوید خلاصه و اساره و تمام اسلام همین آیه است، همین اشتباهی که از این قاضی و از این حاکم سر زد، ای بسا بنده و شما هم دچار همین اشتباه شویم. باید تمام آیات رو کنار هم گذاشت، حکم اسلامی رو استخراج کرد. باید روایات نبوی، سنت حسنه پیغمبر مورد مشاهده و مداقه انسان قرار بگیرد، اون زمان انسان فتوا صادر کنه. یه روایت رو که دیدن یک حکمی رو صادر کردن که معنا نداند. همه باید کنار هم باشد. چه ضربه های سهمگینی که بر پیکره اسلام و مسلمان و اسلامیت وارد شده است که فقط و فقط معلول همین یک سوی نگری است. حالا بنده یک مثالی زدم، شما می توانید این مثال رو تسری بدهید به سایر ابواب شریعت هم این مثال رو انسان تسری بدهد. حادثه سترگ و عظیم و به یاد ماندنی ابی عبدالله الحسین علیه السلام در کرب و بلا خارج و خالی از این حادثه نیست. همین آفت یک سوی نگری، به یک بعد نگریستن، از یک منفذ و منظر دیدن و در کل قضاوت کردن، باز حادثه ایست که می شود انسان این آسیب رو در بعد معرفتی حادثه عاشورا مشاهده کند. یعنی چی؟ یعنی عده بودند در طول تاریخ عاشورا رو فقط و فقط در همون شمشیر تیز و بران علی اکبر و قاسم ابن الحسن و ابوالفضل العباس و سایر اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام خلاصه میکردند. پیش دیدگان اینها برجسته سازی بعد حماسی و رزم در عاشورا بسیار اهمیت داشته است که شما ببینید ابوالفضل العباس وقتی به شریعه فرات حمله ور می شود 4000 مرد جنگی رو یک جا زمین می زنه. حالا فارق از صحت این ادعا که چطور می شود ابوالفضل العباس به او حالت خستگی به یک بار 4000 نگهبان رو زمین بزنه، همه اینها رو از دم تیغ خیش بگذراند، بحث مفصلی دارد. بحث قضاوت کردن در خصوص این ماجرا نیست، اما او چیزی که در این بعد از نگاه به عاشورا پرورش یافته است همین نگاه حماسه است. حماسه در عاشورا هست، اما حماسه‌ای که در کنار اون عرفان هم هست. عده‌ای آمدن تنها و تنها به عاشورا و این قیام جاودانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام نگاه کردند، این قیام رو از این زاویه مورد مطالعه قرار دادن، بعد عرفانی حماسه ابی عبدالله الحسین در عاشورا رو مورد بحث و کنکاش قرار دادن. اونها از این میگویند که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در گودی قتلگاه اسیر و تختبند گودال است، اما باز هم این سروش مبارک بر زبان او جاری است که الهی رضم به رضائک، تسلیما لامرک، لا معبود لی سواک، اغثنی یا غیاث المستغیثین. در گودال قتلگاه است. ای همه آسیب و آفت بر وجود و پیکره او وارد شده است که قبل از خود او بستگان او یک به یک جام سعادت سر کشیدند. خب همه اینها و بعد هم خودش
با این وضعیت یوم علی وجه رسول الله، یوم علی وجه السلام و یوم علی صدر المصطفی، روزی بر زانوان مبارک پیغمبر نشسته است حسین فاطمه. روزی دیگر میبینید که در گودال قتلگاه هست، همین حسین است و همین استخوان‌های سینه حسین است که بفرمایید زیر پای سم اعظمان لهیده میشود. اما عرفان حسین و اون بعد عرفانی حسین آنقدر فراوان است که الهی هر چه هست تو هستی، اغثنی یا غیاث المستغیثین. ادعی اصلا گریه کردن به چه معناست؟ حسین وقتی به شهادت میرسد به معراج خیش دست پیدا کرده است. مگر مرگ ملاقات خدا نیست؟ مگر شهادت نوشیدن از جام بقا نیست؟ چرا؟ خب حسین که به شهادت رسید از جام بقا سر کشید. این سیاه پوشیدن های شما چیست؟ عزاداری های شما چه معنا دارد؟ این رو میان میگن، اون بعد رو برجسته میکنن، این بعد دیگر رو غافلن. ادعی هم فقط و فقط به بعد احساسی و عاطفی ناشورا نگریستن. میگن ببینید ابی عبدالله الحسین بین این همه مشکلات قرار میگیرد، این همه درد و رنج بر یک تن کمتر از 24 ساعت تحمیل میشود، همه اینها رو به جان و دل میخرد. مصیبتی است که ما اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، حق داره که بر او گریسته شود. اگر انسان گریه کند، جن بگرید، ملک بگرید، فلک گریه کند، جای داند. این مصیبت عظیمی است که بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام روا داشته شده است. این گریستن ما با اون مشکلی نداریم، خدا توفیق گریه واقعی به انسان ارزانی بدارد. اما مشکل در این است که فقط شما از اشک عاشورا صحبت کنید، مشکل فقط در این است که از رزم عاشورا گفته شود، مشکل فقط در این است که عاشورا رو خلاصه در حماسه کنیم، عاشورا رو فقط خلاصه در رزم کنیم، عاشورا رو فقط منحصر در حماسه و عرفانش کنیم. نه، عاشورا یک دایره المعارف است، یک مجموعه است. همه اینها این پازلی است که باید کنار هم قرار گرفته بشود تا این جورچین زیبا معلوم شود، و الا اگر یکی باشد دیگری نباشد بی‌معناست. همه اینها در کنار دیگر زیبنده است. این می شود فرهنگ عاشورا و قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام. بر مصیبت امام حسین علیه السلام باید گریست، اما این گریستن توأم با نگریستن بوده باشد. هم تفکر در این حادثه می کنیم، هم اشک بر مصیبت صاحبان این حادثه می ریزیم. هر دو کنار هم است. هم از اشک ابی عبدالله و اشک بر حسین باید صحبت کرد، هم از خون حسین باید دم زد، هم از جهاد و حماسه حسین باید صحبت کرد، هم از اون که امام حسین علیه السلام یک بفرمایید عرفانی ماندگار رو در عاشورا به یادگار می‌گذارد، انسان باید کنار او صحبت کند. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، این می‌شود عاشورا. اگه همه اونها رو بنگریم میشود عاشورا. به یک کدام بنگریم دیگران از نگاه ما غافل بوده باشند و غفلت نسبت به اونها داشته باشیم، این چیزی است که ذهن ما ساخته است. حقیقت عاشورا از چنین تصوری پاک و مبراست، و این متوقف بر این است که انسان پیوندی بین خیش و قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام در فرهنگ عاشورا ایجاد کند. اگر این چهار پیوندی که انشاء الله در شبهای آینده گوشه های و جلوه های از این پیوند ها رو به بحث خواهیم نشست مطرح بشه، بعد انسان راز و رمز ماندگاری نهضت ابی عبدالله الحسین را در میابد. چطور میشود؟ یک قیامی محدود، تمام لشکریانی که در سپاه امام حسین علیه السلام بودند، ای بسا بیشتر از 200 نفر نبودند، متجاوز از 300 نفر قطعا نبودند،
بله در ابتدای مسیری که حسین ابن علی از مکه می آید به سوی بفرمایید کربلا تا 1500 نفر هم در رکاب او بود، اما هی ریزش میکنه از کنار حسین خلوت میشود تا اینکه امام حسین با این جمعیت اندک در کربلا قرار میگیرد. خب این طرف نگاه میکنه 200 نفر 300 نفر، این طرف هم خیلی از دشمنان خدا متجاوز از 30,000 لشکر مسلح به جنگ اونها آمدن. و بعد میبینی که این 200 نفر 72 شهید از خودشون پرپر شده تقدیم این قیام و انقلاب میکنن. خب در طول تاریخ کشته های فراوانی بوده است، رفتند دیگه یادی هم از اونها نمی شود. در صفحات تاریخ مظلومیت اونها رنگ باخت، خون اونها بفرمایید شسته شد در کتاب مظلومیت تاریخ، دیگه از اونها یادی نمی شود. در ذهن مردم نیستند که هر سال به شکل خودجوش کنار هم بنشینند و از مظلومیت حسین بگویند، از عظمت قیام او صحبت کنند. اینطور نیست. اما ابی عبدالله حسین علیه السلام در یک منطقه خاستگاه جغرافیایی خاص با یه عده از سربازان معدود آمد یک انقلابی رو مدیریت کرد که بفرمایید تا امروز بیرق سرخ امام حسین علیه السلام هنوز و هنوز باد رو در خیش مشاهده می کند و این بیرق هنوز و هنوز در عالم در حال اهتزاز است. انسان عزیزترین کسان خودش رو از دست میدهد، پدر است، عمری صرف کرده، فرزندی رو تربیت کرده است، اما همین فرزند زیر تابوت پدر رو میگیرد و شانه های او از شدت گریه تکان میخورد. مادر است، کانون عشق و عاطفه و احساس، اما من فرزند با دست خیش کنار مزار او مینشینم، خاک بر بدن و بر قبر او میریزم، عشق میریزد، اما یک روز بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد نه اشکیست، نه آهیست، نه اندوهی، نه تأسفی. فرزند انسان جگرگوشه اوست، از دنیا که می رود که انه جان هم از انسان مفارقت میکنه، اما سالیان و مرور ایام این غم رو و عظمت او رو از ذهن انسان کم به کم می شوید. اما ناکنید بزرگوانان، یک طفل شیرخوار ابی عبدالله حسین علیه السلام 6 ماه بیشتر ندارد، در کربلا بر سر دست پدر رقص شهادت میکند، اونجا تشنه لب به شهادت میرسد. همین محرم، امروز روز اول محرم بود، محرم برود، سفر برود، حداقل چندین بار یک مصیبت تکراری رو شما میشنوید. گاه از یک مبلغ، از یک روزخان، یک روزه رو شما حداقل 10 بار در طی یک ماه میشنوید اگر در جلسات حضور پیدا کنید. اما هر بار هم که میشنوید اندوه، حزن، غم، ماتم که انه تمام جان آدمی رو پر میکنه. چرا برای پدر عزیزی که از دست رفت انسان 5-6 یک هفته و یک ماه اندوه و ناراحتی دارد، اما کم به کم از بین می رود. برای مادر، برای فرزند یک به یک این اندوه ها شسته می شود، از دل انسان زدوده می شود. اما غم حسین ابن علی علیه السلام در حادثه ماندگار عاشورا جاودانه است، ماندنی است. نه حسین پسر خاله من بود، نه هم نسبت نسبی ای بسا با شما داشته باشد، اما حقیقتاً باید گفت این چه شوری است که در عالم به خاطر ابی عبدالله حسین و قیام او عاشورای او به پا شده است. 1370 اندی سال از قیام و شهادت او گذشته است. باز نگاه میکنی در این خطه از عالم مردمان در شب اول محرم دور هم جمع میشوند، عظمت و مظلومیت حسین رو فریاد میکشند. این چه علتی داند عزیزان؟ اگر انسان بخواهد به این جواب برسد باید اون 4 پیوندی که محضر عزیزان انشاءالله اشارت خواهد شد باید اول اونها رو انسان درک کند. یه پیوند اعتقادی بین من عزادار امام حسین علیه السلام و حسین ابن علی باید صورت بگیرد.
یک پیوند اخلاقی بین منی که بر حسین عشق میریزم، ماتم او رو میسلایم، بر مصیبت او عشق میافشانم، باید بین من و قیام حسین یک پیوند اخلاقی هم بوده باشد. پیوند سیاسی باید بین من و قیام امام حسین علیه السلام وجود داشته باشد. اگر این پیوندها دست به دست یک دیگر بدهد، بعد رشته مهر و علاقه و محبت ما به حسین و به قیام او بیشتر از قبل خواهد شد. عزیزان، دیشب صحبت میکردن، اینو بارها و بارها بنده از نزدیک لمس کردم. در یک زمستان بسیار سردی در مشهد امام رضا، خب در مشهد اینطور نیست که درجه حرارت هوا، برودت هوا مثلا بشه 17 درجه زیر صفر. شما در اینجا خیلی دیدید، اما برای ما بسیار غیر منتظر است در مشهد امام رضا. اول محرمی بود، بنده تازه از مکه مشرف شده بودم، برگشتم، اوائل ماه مبارک محرم بود، ماه محرم. مجلسی داشتم، از مجلسی به مجلس دیگر که می رفتم، داخل ماشین می گفت درجه سردی هوا 17 درجه زیر صفر است. در همین حالت جوانهایی بودن پارچه هایی رو، پرچمه هایی رو، بنرهایی رو بر ستونه ها از این طرف خیابان به اون طرف نصب میکردن. بنده به یقین میتوانستم قسم بخورم که اگر پدرش عمد میکرد جوان برو مثلا دوتا نون از سر خیابان بخر بیار، این کار رو انجام نمیداد. اما نگاه میکنید در این هوای سرد این جوان حاضر است از استراحت خود بگذرد و بعد این همه مشقت رو به جان و دل بخرد که چرا برای امام حسین علیه السلام بیاد مثلا پرچم نصب کنه. بسیار با عظمت است. تو همین حسینیه خود عزیزان کارهای تأسیساتی رو برخی از بزرگان انجام میدن بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن. اگر در غیر اوقات دیگر اگر بخواهند این کار رو انجام بدن قطعا نمیشود، اما وقتی که بزم عزای ابی عبدالله الحسین علیه السلام میشود، وقتی که قرار است شمع عزای بلای حسین ابن علی علیه السلام افروخته گردد، همه و همه اشتراک میکنند، همه سهم میگیرند، همه سهیم میشوند در این مصیبت و در این ماتم و در این کار. این بسیار با ارزش است. رمز و راز ماندگاری عاشورا را اگر انسان بخواهد بفهمد، لابلای همین جملات و کلمات است که چه شد این حادثه آنقدر در دل مردم نفوذ کرده است، آنقدر ریشه دوانده است که نه گرما نه سرما هیچ کدام نمیتواند مردم رو مانع شود که از جلسات ابی عبدالله حسین علیه السلام شانه خالی کنند. اینجا الحمدلله بحث امنیتی نداریم، اما عزیزان در کشور مظلوم و به خاک خفته ما افغانستان عزیز، اگر قرار باشد محبان اهل بیت، ارادتمندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام در مساجد و حسینیه ها و تکیه خانه ها علم عزای حسین ابن علی علیه السلام رو برافراشته بسازند، نیاز به امنیت است و این نیاز یک ضرورت اساسی است در مجالس ابی عبدالله الحسین. و شما میدانید فعلا این امنیت نیست، فعلا نیست. نماز میخوانن منفجرشون میکنن، به نماز جمعه می ایستن اینا رو رگبار می بندن، 41 سید رو یک بار در مسجد در خانه خدا در حین انجام نماز این عبادت مهم به خاک و خون کشیدن. در افغانستان ما و شما بود دیگه. اما باز هم با این که این مسائل هست، مردم با این شمع وجود خودشان مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو رونق می بخشن. علتش چیست؟ اگر انسان بخواهد به این جواب برسد، اول باید اون چهار پیوندی که مطرح شد بین خیش و قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام اینا رو فهم کنه و بعد از فهم در حوزه عمل پیاده کند، خود به خود نهضت ابی عبدالله الحسین علیه السلام جاودانه تر خواهد شد.
یه فروغی، یه عظمتی، یک شکوهی رو برای خودش احساس میکند. و البته این مادامی است که نگاه ما به عاشورا یک نگاه مجموعی بوده باشد، یک نگاه انضمامی باشد، نه که یک نگاه تکسونگره، نه که فقط و فقط در یک بعد انسان به عاشورا بنگرد، عزای حسین رو دوست داشته باشد اما از پیام عاشورای حسین غفلت کند. خوشا به حال او کسی که برای حسین اشک می‌ریزد و اشکی از دیدگان دیگران می‌زداید. خوشا به حال اون کسی که برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام سینه می‌زند و غمی از سینه بی درد دیگران هم می‌ستاند. خوشا به حال اون کسی که برای حسین و به عشق حسین و به مهر حسین زنجیر به خود می‌زند، اما خوش به حال همین زنجیر زنی که زنجیر از دست و پا و فکر دیگران می زداید. اگه کارها رو کردیم ما قیام حسین رو بیشتر از دیگران درک میکنیم. والا اگر صرفاً عاشورا رو در بعد نگریستن انسان خلاصه کنه، از گریستن غفلت کند، این تک سوی نگریست. اگر به عاشورای حسین علیه السلام فقط و فقط از حیث حماسه نگاه کنیم، باز هم این عاشورا نیست. کما این که اگر فقط عرفانی که در عاشوراست رو بنگریم، از رزم حسین فراموش کنیم، به بزم او کار نداشته باشیم، باز هم این میتواند نوعی مهجوریت رو در عاشورا تولید کند که ساحت قدس حادثه عاشورا پاک و مبرای نسبت به این حادثه است. انشاءالله در نوبت آتی اگر توفیق حضور بوده باشد محضر عزیزان برسیم، این شعار پیوند رو مورد بحث قرار میدهیم و بعد هم در بعد اخلاقی درسهایی رو که میشود از نهضت عاشورا گرفت و در امروزمان عزیزان اینها رو در زندگی خودمان پیاده کنیم رو محضر عزیزان به بحث خواهیم نشست. خدایا به عظمت ابی عبدالله حسین علیه السلام و به مظلومیت حسین سوگندت می دهیم که توفیق فهم و درک و عمل به معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام رو به همه ما کرامت بفرمایی. صلواتی عنایت کنید. خب شب اول این مجلس است. اجازه بدید در این آغازین شب مصیبت و ماتم یادی کنیم از ام المصائب، از زهرای مرضیه سلام الله علیها. زمانی پیغمبر اسلام بعد از اینکه حادثه عاشورا رو از بیان جبرئیل مطلع شد، این واقعه رو بر زهرا هم ارزانی داشت. حسین می آید، پیغمبر به او اشاره میکند و از زهرا میپرسد اتحبه، آیا حسین را دوست داری؟ آیا این فرزند در شعاع محبت تو هست؟ جواب مثبت میگیرد و بعد پیغمبر اسلام به سیمای حسین مینگرد و دریا دریا عشق از دیدگان نبی رحمت فرو میریزد. بیبی فاطمه میپرسند که یا رسول الله ما یبکیک، این گریه شما بر حسین به خاطر چیست؟ و بعد این قضیه سر به مهر رو پیغمبر باز میکند و خبر از شهادت مظلومانه حسین در دشت کربلا به وسیله اشقیا میدهد که فاطمه جان تو که نیستی، من نیستم، اما حسینم رو تشنه لب در کربلا به شهادت میرسانند. پیغمبر عشق میریزد، فاطمه زهرا میگرید. بعد پیغمبر فاطمه از پیغمبر میپرسد که یا رسول الله او زمانی که حسینم به شهادت میرسد آیا شما هستی برای حسینم اقامه عزا کنی؟ فرمودن نه زهرا جان، من زودتر بدرود حیات میکنم. سوال رو میپرسد که یا رسول الله پدرش علی مرتضی زنده است؟
برای فرزند جگرگوشه خود اقامه ماتم کند. فرمودن قامت او را هم در قامت محراب دوسا می کنند. علی هم به شهادت رسیده است. من فاطمه هستم برای حسینم عشق بریزم. زهرا جان تو قبل از علی به من ملحق می شوی، تو هم به شهادت می رسی. بیبی فرمودن برادرش حسن هست، او هم به شهادت می رسد. کسی نیست. عشق فاطمه بیشتر شد، ناله فاطمه شدت یافت. زمان پیغمبر فرمودن زهرا جان درست است، نه منم، نه علی هست، نه تو هستی، نه حسین، نه حسن، اما فاطمه جان دوستان ما هستند، محبان ما هستند، برای حسین حلقه ماتم تشکیل میدهند. نگاه به موقعیت و جغرافیا هم نمی کند که در چه کشوری باشد، آیا کنار گلدسته های حسین بوده باشد یا در کشوری که ای بسا اسم و رسم حسین کمتر در او یاد می شود، اما رسم حسینی هست. محبان کنار هم می نشینند، از حسین، از مظلومیت او حرفی می زنند، شعاری می دهند و بعد اشکی ماتم در اعضای حسین ابن علی از دیدگان او ها جاری می شود. پیغمبر اسلام این رو که فرمودند زهرای مرضیه وعده‌ای می گیرد پدر از او. بعد می فهمد زهرا جان حال که چنین است، من رسول الله وعده می دهم که فردای قیامت من شفاعت از مردانی می کنم که برای حسینم عشق ریختن و برای او مصیبت داری کردم. زهرا جان تو هم این وعده رو به من پیغمبر بسپار که فردای قیامت زیر زانوان و زیر بازوان اون زنانی رو بگیری، اونها رو با خودت به بهشت برسانی و هدایت کنی که فاطمه جان در دنیا برای حسینت عشق ریختن، گریه کردن. این ثواب عشق ریختن بر حسین است، هم مورد شفاعت پیغمبر، هم سهمی از شفاعت فرضای قیامت زهرای مرضیه نصیب روزی ما می شود. اجازه میدید در این شب اول، اولین شب مصیبت امام حسین علیه السلام، از مادر 18 ساله پهلو شکسته او یادی بکنیم. انشاءالله الطاف و عنایات صدیقه فاطمه زهرا شفیعه روز جزا بیشتر از قبل بهره و نصیب ما بگردد. یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا يا وجيهة اشفع لنا دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه قلب من و محبت و مهر و وفای فاطمه جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه منم گدای فاطمه
خاتمه، منم گدای فاطمه. اسمت داوری نبود اگر نبود فاطمه، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. نیمه شب طبق وصیت حضرتش امیرالمؤمنین در میانه خانه مغتسلی درست کرد، بدن زهرا رو روی مغتسل گذاشت. از ما بوده حسنین بودن، زینبین حضور داشتن، آقای مظلوم عالم بدن زهرا رو غسل می داد. بریزا بروان از ما، ولی آهسته آهسته به جسم ازهر زهرا، ولی آهسته آهسته از ما آب میریزه، علی بدن زهرا رو غسل میداد، هم بدن زهرا رو غسل میده هم اش میریزه، هم داره یتیمان فاطمه رو تسلای دل میده. اما یه زمانی از ما میگه دیدم سردار خیبر دست از غسل دادن زهرا کشید، سر به دیوار بگذارد و بلند بلند ناله بزنه. عرض داشتم یا ابوالحسن مجار و دعوت به سکوت و آرامش میکنید، چه شده خودتون بلند بلند گریه میکنید؟ فرمودن از ما دست از دل علی بردار، به خدا دستم به پهلوی شکسته زهرا، بازوی ورم کرده فاطمه. تو زهرا بینی و من روی نیلی، تو صورت بینی و من جای سینی، تو میبینی علی رضا رو خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته. یه زمانی هم امیر المؤمنین از زنین و زینبین و صدا بزنه، هل امو تزودو من امکو، یعنی بیاد برا بار آخر مادر رو ببینی. آن فرش کسده تایران از جا پریده، افتان و خیزان جانب مادر دویده، چون جان شیرین جسم او
در بر گرفتند، دو صد بوسه از آن لاله پرپر گرفتند. یه زمانی ندا داده شد علی، بچه ها رو از رو بدن زهرا بردار، ارفع و معنی و والله ابجد ملائکت الزمان، علی جان بچه ها رو بردار از رو بدن مادر، آقای مهربان ما امیر المؤمنین بجار و زوا کرد، دست نوازش به سر و صورت حسنین تسلای دلشون شد، حقم همین. اما عرض بدارم یا ابوالحسن، کجا بودی کربلا؟ او زمانی که نازدانه ابی عبدالله بدن پار پار و چاک چاک پدر رو در گودال قتلگاه ببین، و انجبت علی خودش رو رو بدن پدر انداخ، چطور از بدن پدر جدا کرد؟ ببینن عده‌ای از مردان عرب با کعبه نی و تازیانه الا این که دادی به دینا برون، ز جا خیز و بر قاتل خود بگو، که دخترم هرچه خواهی بزن، ولی تازیانه به زینب نزن. بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي يا أهل بيت النبوة، نسألك اللهم وندعوك بمولاة فاطمة الزهراء استجب دعواتنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، تأجیل در فرج مولای من مرحمت بفرما. سلام عرض ارادت ما محضرش ابلاغ گردان، توفیق عزاداری حقیقی و اخلاص در عشق ریختن بر ابی عبدالله الحسین نصیب و روزی همه ما بگردان. توسلات ما، عشقهای ما رو ذخیره شب اول و قبر قیامت ما قرار بده. حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. خدایا امنیت و آرامش در تمام کشورهای اسلامی، خصوصا کشور و شهر ما پهن و منتشر بفرما. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.